بهاریه. گفتگوهای نوروزی با هنرمندان مقاومت. وقت شما بینندگان عزیز بخیر، عید شما مبارک. دکتر حمیدرضا طاهرزاده میهمان نوروزی این بخش از برنامه ما هستند و قصد داریم گفتگوی کوتاهی با ایشون داشته باشیم. استاد خیلی خوش اومدید، عیدتون مبارک، 100 سال به از این سالها. من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و بسیار خوشحالم از اینکه در خدمتتون هستم و از همینجا اول از همه اجازه بدید قبل از اینکه به سوالتون جواب بدم، صمیمانه ترین تبریکاتم رو به مردم قهرمان ایران، به کانونهای شورشی، به مجاهدین خلق، به رهبری مقاومت ایران و به عموم هم میهنانی که در تمامی این سالها در مقابل دیکتاتوری ارتجاع ولایت فقیه ضد ایرانی ضد بهار ایستادگی کردن تبریک بگم و براشون بهترین ها رو آرزو بکنم. برای خیلی خوش آمدید آقای طاهرزاده. اجازه بدید که گفتگو رو با یک سوال هنری شروع کنیم. ساز تخصصی شما یعنی ساز تار یکی از زیباترین و اسرارآمیزترین صداها رو داره، برامون از این تار بگید و از راز و رمزهاش. همونطوری که شما به زیبایی گفتید، این تار یک سازی است بسیار رازآلود. البته در مورد تاریخچه‌اش هم همچنین گنگ و مبهم هست، به دلیل اینکه این ساز رو ما تا قبل از دوران صفویه هیچ نشانی ازش در هیچ نقاشی و هیچ آثاری نمی‌بینیم. اما برخی از بزرگان معتقدند که در مثلا اشعار شعرا و یا در روایت هایی که از ابونصر محمد فارابی هست، ایشون در کتاب الموسیقی الکبیر به تار اشاره کرده و یا به قول استاد بزرگ روح الله خالقی میگوید در شعر فرخی سیستانی، در یک شعری ایشون اشاره کرده است به این که هر روز یکی دولت و هر روز یکی غژ، هر روز یکی نزهت و هر روز یکی تار، که این مربوط است به قرن سوم و چهارم هجری. به قول استاد مرتضی حنانه، تار ساز ملی ایرانیان است. ببینید این تار یک ویژگی خاصی داره، به دلیل اینکه با اون شکلش و شمایلش و قوس‌ها و طراحی‌هایی که درش هست دقیقاً منطبق است با هنر خوشنویسی، معماری و چیزهایی که با روحیه ایرانی قرین هست. و واقعاً این تار ویژگی عجیب غریبی داره، به دلیل اینکه اکثر سازها رو که شما ملاحظه بکنید نوازنده نمیتونه کار زیادی بکنه در تغییر صدای ساز، و این ساز مثلا تار به دلیل تمهیداتی که داره، به دلیل پوستی که روش هست و خرکی که روش قرار گرفته، نوازنده اگر متبحر باشه میتونه با فشار روی خرک و یا کارهایی که میشه کرد، یا اینکه سوناریتور کجا مزراب رو روی کاسه تار نواخ، یه مقدار نزدیک به خرک نزدیکتر و یا نزدیک نقاره بین نقاره، و اینها صداهای متفاوتی ایجاد میشه. کما اینکه صدایی که از دل ساز بزرگان این موسیقی، از دل تار نوازندگان برجسته وجود میاد، هر کدومشون متفاوته و رنگ و حال خودشو داره. در هر حال این تار در خیلی از جاها در کشورهای مختلف هم به شکل‌های مختلف دیده شده و هست، وجود داره در تاجیکستان، جمهوری آذربایجان، ارمنستان، گرجستان و نواحی قفقاز، که البته اون تار قفقازی ریشه‌اش در همین تار هست. و اما متاسفانه به دلیل ضعف حکومت و اینکه نتونستن کار بکنن، شما ممکنه تعجب بکنید که تار، شیوه نواختن تار قفقازی رو در یونسکو به عنوان یکی از آثار ملی ثبت کردن، در حالی که ریشه اصلی این که تار ایرانی باشد رو این کار رو نکردن، که البته موجب اعتراض بسیاری از هنرمندان شد. امیدواریم که در دولت دموکراتیک آینده ما بتونیم تمامی این کاستی ها رو جبران کنیم. به هر حال این تار یک تاری است که تمام احساسات ملی و ذوق و سلیقه مردم ایران رو میتونه بیان بکنه. این دیگه در همین فاصله کمی که بود، بیشتر از این نمیتونم وقتتون رو بگیرم. بله آقای طاهرزاده خیلی ممنون. ولی خب ما الان در فصل بهار هم هستیم، فصلی که از قضا پیوندهای زیادی با موسیقی داره. شما هم ترانه زیبایی رو خوندید به نام بهار بزرگ. از اون کاری که برامون بگید و از بهار بزرگی که بشارتش رو
توی اون ترانه داده بودید. در مورد ترانه یا به عبارتی ترانه سرود بهار بزرگ، هنرمند برجسته مقاومت استاد محمد شمس مسئولیت کار رو به عهده گرفتن. این کار در دستگاه ماهور هست و خیلی از گوشه های دستگاه ماهور درش اجرا میشه. افتخار اجراش با من بود به عنوان سولو و با گروه کور وین اجرا شد. من یادمه که خانم ناهید همت‌آبادی هم در این کار خیلی نقش داشتن، خیلی تلاش کردن در جمع‌آوری گروه هنرمندان و با ارکستر فیلارمونیک وین که ابتدا براشون خیلی مشکل بود اجرای این، چون هم از نقطه نظر تکنیکی کار ساده ای نیست و هم از نقطه نظر خلاصه تحرکات ملودی و خلاصه یک اثر جاودانه است که اون زمان این ساخته شد و به مردم ایران هدیه شد. چه پیشینه جالبی داشت این ترانه که واقعا هر کدوم از این آثار هنری چه پشتوانه فکری پشتش هست و تو این اثر هم همه اینها به خوبی دیده میشه. حالا آقای تارزاده اگه هم میشه کمیم در مورد سال 1403 یعنی سال پیش رو صحبت کنیم. سال جدید رو چطور میبینید و چه صحبتی به طور خاص با هنرمندان و به خصوص هنرمندان جوان دارید؟ یک ضرب المثل ایرانی هست که به زیبایی توصیف میکنه سالی که نکوس از بهارش پیداست. این بهار با چه شروع شده است؟ در سال گذشته مردم ایران طی یک انتخابات مشت محکمی بر دهان ولی فقیه و رژیم پابگور و فرتوتش زدند که پرونده سال رو با این بستند. خب من از صمیم قلب بهشون تبریک میگم به مردم ایران. حالا در مورد هنرمندان که گفتید، ببینید هنرمندان مثل هر انسان ایرانی دیگری نسبت به سرنوشت مملکتش، نسبت به سرنوشت مردمش مسئولیت داره. ببینید در هم فرانسه در کشورهای اروپایی یک قانونی هست، قانون پرسون آن دانجر، یعنی اگر کسی در شرایط در خطرناکی قرار گرفته باشه، هر کسی که شاهد این صحنه هست که یک انسانی در وضعیت مخاطر انگیز قرار گرفته، اگر به کمک اون نره این شخص رو میگیرن و محاکمه میکنن و جرائم سنگینی داره. پس بنابراین به عنوان یک انسان ایرانی از یک سو، و اگر کسی هم هنرمند هم هست چون مسئول به هر حال یک کار هنری مربوط به جامعه هست و نسبت به جامعه هم باید طبعا مسئولیت پذیرفت. خب در شرایط کنونی که یک رژیم ضد ایرانی، ضد بشر، ضد تاریخی وجود داره و مملکت ما رو به اینجا رسونده است که واقعا برگزاری نوروز و این جشن‌های ملی ما برای مردم ایران بسیار سخت شده و من میدونم که خیلی ها توان این رو ندارن که حتی واقعا یک آجیلی رو هم در سفرهشون بگذارند و بتونن اصلا پذیرایی کنن. ننگ و نفرت و هزاران لعنت بر این رژیم و بر خامنه‌ای و بر رژیم فاسد چپاورگر و غارتگرش که مردم ایران رو به این سو نشونده. آیا میشه هنرمندی رو پیدا کرد که نسبت به شرایط مردمش در چنین اوضاعی که اونها قرار گرفتن سکوت کنه، چشمشو ببنده؟ خیلی ها این کار کردن در تمام این سالها، خیلی ها دنبال زندگی خودشون بودن. به ما چه ربطی داره؟ خب مردم ایران هم مثل ما هم بقیه مردم. نه اینجوری نیست. یادتون باشه که شماها در تمامی این سالها اونهایی که با رژیم همکاری کردن و میلیاردها از هر کنسرتی به جیب میزنن، یادشون باشه که مردم ایران اینا رو فراموش نمیکنن. در عوض در مقابلش هنرمندانی بودند که ایستادن در مقابل این رژیم. اگر به تاریخ برنگردیم، از عارف قزوینی شروع کنید، از کرنل وزیری شروع کنید، از استاد صبا و و و پس بنابراین مثل مرضیه، خانم مرضیه، مثل منوچهر سخایی، مثل عماد رام، مثل آندرانیک و استاد آلیوندی و خیلی های دیگری که در این مقاومت اومدن جاودانه شدن و تا آخرین لحظه حیاتشون از مردم ایران حمایت کردن. جوانها، هنرمندان، بیایید و صدای مردمتون باشید. اگر این کار رو نکنیم واقعا تاریخ ما رو نمیبخشه. ببخشید طولانی شد، خیلی سپاسگزاری میکنم. با بهترین های آرزوهای روشن مطمئنم که امسال سال پیروزی خواهد شد. متشکرم از شما، سپاسگزاریم از این وقتی که به ما دادید. در پایان هم فقط میخواستیم خواهش کنیم اگر که امکانش هست یکی از قطعاتی که اجرا کردید رو به رسم عیدی تقدیم بینندگان عزیزمون بکنید. خب خیلی متشکرم، شما لطف کنید که یکی از قطعاتی رو که در پارلمان بریتانیا به مناسبت جشن‌های نوروزی که هر سال در اونجا برگزار میشه و من افتخار حضور دارم، این رو که به اتفاق همکارم آقای استاد ترشیزی اجرا کردیم، پخش بکنم.
میکنید هدیه است به ملت قهرمان و آزادی ستان ایران به امید فرارستن بهاران واقعی مردم. متشکرم. متشکرم از شما، سپاسگزاریم. حتما که این قطعه رو هم میبینیم و میشنیم و ازش لذت خواهیم برد. یک بار دیگه هم به شما عید رو تبریک میگیم. بله، پس میبینیم قطعه ای از اجرای دکتر حمیدزاده طاهرزاده.